احمد رضا. بله. یه سوالی داشتم. بپرس عزیزم. آیا تبلیغات هالووین؟ احمد رضا. احمد رضا. احمد. احمد رضا. نمیدونم. نمیدونی نه. پس بریم ببینیم. بریم ببینیم. قسمت جدید بولشو خوش آمد. خوش اومدین. یه قسمت دیگه. بله. یه مناسبت دیگه. بله. عید هالووین. عید هالووین. مبارک باشه. صوت و سفینه. مبارک باشه. سلام. خب پس این قسمت طبیعتاً کجا میریم؟ خارج از ایران. میریم به خونه‌های هالووین. آره. فقط نکته‌ای که وجود داره اینه که من اینو خیلی سریع بگم تو پرانتز، ما واسه قسمت پاییز دنبال تبلیغات پاییزی خارجی ها بودیم، خب خیلی سخت پیدا میکردیم و خیلی سخت راجع به پاییز تونستیم محتوای خارجی پیدا بکنیم. چرا؟ چون اینا واسه شون خیلی منطقی نیستش که یه کمپین راه کنن به مناسبت اول پاییز. گلد ایرانن. ببخشید. خب وای میسن تا هالووین برسه، یعنی حدوداً یک ماه و دو هفته ای صبر میکنن که زمان هالووین برسه و کمپین هاشون رو حدوداً حول محور هالووین توی پاییز استارت و بزنن. اکثر برندهایی که توی فضای صنایع غذایی و شکلات و آبنبات چیزان هر سال بمبارون هالووینی دارن، چون که اینا مثل رسم دارن که دم در خونهشون شکلات بذارن که شکلات بدن دیگه به ملت دیگه، یعنی خیلی محتوای مثل شب جمعه های ما خورما مثلا ما میذاریم اونا. Here we go. First of the year. Showtime. I'm in the zone. Trick or treat. It's August 26th. Huh? Where's his Halloween spirit? هالووین کانت وید، یعنی انگار داره لحظه شماری میکنه واسه هالووین. خارجی ها یه رسمی دارن، بچه هاشون سر هالووین میره تخت تخت در میزنه میگه شکلات بده از شما توی چهارشنبه سوری قاشق زنی. اون وقت اینا به جای اینکه 31 اکتبر برن که روز هالووینه، اینا 26 اکتبر رفتن، یه 4-5 روز زودتر رفتن و نوشته بود کانت وید. بامزه. منم هم که دیگه میدونید دیگه برندش عجولات عجولات نداشت، گفت اصلا نمیدونه عجولات چیه. ایمنم هر سال حدودا یه تبلیغ راجع به این هالووین میسازه با این دوتا شخصیتی که داره. دوتا شخصیت داره که بامزن، دوتا قنبولیه. Well, we made it through another Halloween without getting eaten. This year was a close one. Can't stop thinking about it. Ooh, you feel that chill? I don't feel anything. آخه من ناراحت شدم. واقعا جذاب بود. توی 20 ثانیه یه محتوای مثلا با نمک اینجوری بود که ترسناک. چرا خوبه. آره. و اینم همش اینه دیگه، هر سال موقع هالووین میزنه به این مغز مخاطب خارجی که بیا هالووین امسال امنم بخره. اصطلاحا کانسپت هالووین رو نگه داشته و از طریق اون یه تبلیغی رو تونسته کرییت بکنه. بله. و هدفش این بوده که تاپ آف مایند بشه، که اینجوری بتونه محصولاتش بستلر بشه. چه گونده است؟ کلی شکلات اسنیکرز داره میریزه. واقعا این وحشتناکه. خیلی وای خیلی خوب بود. خیلی خوب واقعا. اینا توی لباس مبدد رفته بود. مبدد که اصلا لباس اون فضا هست دیگه. شکلات کلی ریختن که شب میرم پیشش بگیره کلی شکلات داشته باشه. خب بریم تبلیغ بعدی رو با هم ببینیم که صدای زنگ نمیاد؟ صدای زنگ میاد. صدای زنگ میاد. بله. بله. الو. جانم عزیزم بگو. بله بفرمایید. بگو. بفرمایید. الو. میاد. ما صدای شما رو داریم. بفرمایید. بولشو. آره عزیزم. بله اینجا بولشو شما. سلام آقای فرغانی. سلام آقای احمد رضا. سلام عزیزم. شما
الان روی ریل هستین؟ بله من بله، زنده هست بله. برنامه زنده هست، دارن بینندگان میبینن زنده که یعنی من از هوادارانتون هستم. ای جان جدی به 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 واقعا باعث افتخار ماه. من هر شب از شبکه های مجاز برنامه شما رو دنبال میکنم. خیلی هم عالی آفر واقعا خوشحال شدم. باری کلا من براتون نقاشی فرستاده بودم. نقاشی پس این نقاشی شما امیر جان، نقاشی شما امو جان معرفی نکردی. من شایان بهزادی هستم از تهران. چند سالت امو جان؟ 25 سال هست. ای جان چه نقاش مناسبی، چه نقاش قشنگی هم واقعا. بسته سن بشه خیلی وقت خودشم در این نقاشی. حالا امو جان چه نظری راجع به بولشو داری؟ حرفی داری بزنی واسه امو؟ برنامه این واقعا فوق‌العاده، یعنی از این بیشتر نمیشه که یک برنامه سطحی باشه، اطلاعات کاملا بدیهی، حرکات مسخره که احمد رضا در میاره و آقای فرقانی که واقعا با بیمزده بودن و شوخی های دوستشون برنامه رو به بهترین حالت نزود میدن. خیلی ممنون، با شما خداحافظی میکنم. خیلی ممنونم، خداحافظتون. چرا اون فیلم ترسناک است؟ اینا دیگه پارانورمال اکتیویتی. کجاش خنده داره؟ خیلی بامزه است. بوری کندا فیری نیست. فیری واقعا فیری یعنی سیدی رو الان باری کلا. خدایی باری کلا، باری کلا. ببین برگر کینگ ربط مستقیمی به هالووین نداره ولی یه جوری خودشو بهش چسبونده، به خوبی خودشو چسبونده. آره. از اون فیلم هم استفاده کرده. آره. M&M خب ربط مستقیم داره به چیز اوجولاتن شکلاتن. اسنیکرز ربط مستقیم داره به هالووین با واسه ماهیت این که باید شیرینی بدیم تو هالووین. هالووین هالووین یه جشن ایرانیه. هالووین مزگان. آرش who is it؟ هالووین. ولی این برگر کینگ ربط نداره دیگه خیلی به هالووین، ولی یه پروموشن میاره میگه فلان ساعت پاشو اگه جرئت داری غذای رایگان. ولی خیلی مزه داره. آخه ساعت 3 نصف شب کی سفارش میده؟ البته ایرانیا باشن قطعا سفارش. ولی یه نکته بامزه بگم، من این تبلیغا رو دیدم، برندهای رستوران دار یعنی بده بده من کار کار بده کار بده من کار کار بده 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 من کار کار بده. رستوران های زنجیره‌ای خیلی پروموشن دارن توی هالووین. عکس واقعی از مناطق ترسناک. ها میگه بری توی مناطق غذا سفارش بدی بجه یه دونه پیتزا. خب میترسه طرف. خب دیگه میگه ما اینقدر شجاع هستیم که مثلا یه پیتزا اضافه هم بیاریم. آخه یه رو دلیور کنیم پیتزا رو. بیچاره اون پیک بدبخت، اون پیک بدبخت اسلام بیچاره. آخ کمپینشو در نظر بگیریم، گیمیفیکیشن با مزه‌ای داره. گیمیفیکیشن یعنی چی؟ گیمیفیکیشن یعنی این که یه بازی رو راه میندازه. گیم حال کردی؟ از گیم میاد یه حرکتی رو را میندازه که آقا این مخاطب بره یه حرکتی انجام بده، مثلا پاشه بره فلان خیابون توی پرتقال بترسه همونطور که داره تو خودش بوک میذاره دیگه. نه پیتزا شد سفارش بده بیچاره اون پیفنده نمازه اون پیفنده. اگه مثلا اسنپ باشه مثلا بگذارم 20,000 تومان طرف گرفته بخواد بره ترسنگ در این خیابونه که بعد تازه یارو دو تا پیتزا بده، دو تا پیتزا بده. بعد اصلا خب اونوری نقشش اینه که بالاخره داره فروش میکنه، یکی داره یه نقشش اینه که میخوره. اون پیگه اون نقشش چه سودی واسش داره؟ خب میرفت سعادت آباد به جای اون عشقش هم میگه هوام خوبه. خب همه اینا که الان خنده‌دار و مسخره بودن، جینگولی بودن، گوگولی بودن. آره. ترسناک چی؟ ترسناک نداری؟ ببین واقعا اینکه یک برند بیاد تبلیغ ترسناک بسازه خیلی جذاب از واقعا باید جرأت داشته باشه، چون همیشه معمولا تبلیغ باید با حال خوب بیاد دیگه. خب حس خوب حس بده، حس خوب بده، تهش بگه ببین منو مصرف کنه حالت بهتر میشه. ولی اونی که بیاد ترسناک بده واقعا واقعا حرفه‌ای واقعا
خب اوبر ایتس اومد این کارو کرد، اومد یک مینی فیلم ساخت واقعا، خب یه مینی کلیپ 4 دقیقه‌ای ساخت، واقعا یه چیز ترسناکی بود. You two were on candy duty. Where's the candy? I gave it to Jeremy. You did what? Leave a treat at the door, or the candy snatchers will come for more. Look, guys, I know it's weird, but it's real for me. Okay, I'm sorry. Let me get some more. No, don't worry about it. Gonna order more on Uber Eats. Don't pretend like y'all. This is about candy. You want candy? Huh? Oh, it's a kid, John. What? Kid. تبلیغات هالووینو که دیدیم همشون ژانرهای مختلف داشتن و نداشتن بود دیگه، مدلای مختلف. آره. به نظرت چه مدلی ان ژانرشون توی هالووین؟ ببین اکثر تبلیغات که دیدیم هم توی گفتیم همین یه ذره میخواست بترسونتت و معمولا بامزه بود، معمولا هم نمیتونه بترسونتت چون که اصلا نیازی نداره که تو بترسی، تو میخوای حالت خوب بشه و یه تیفیو میشه رسب کرد که اصلا خیلی موچ موچ و بامزده باشه، مثلا مثل این تبلیغ مکدونالدی که الان این بالا میاد. خب میره مثلا یه خورده مثل اسنیکرز که اولش تو میترسی تعجب میکنی که این خانومه چیه که تبلیغشو دیدیم، خب آخریش هم میشه اوبر ایتس که واقعا وحشتناکه، یعنی اون تیکه آخری که اون یارو پسر دهنشو وا میکنه اون واقعا دیگه آره. خیلی ترسناکه. و همه اینا ربط داره به این که هویت اون برنده چیه، هدفش چیه، نمیدونم تبلیغاتی که بیریف مثلا کمپین چیه دیگه، از اون برند در میاد این تبلیغ نه، مثلا همه تبلیغات کوکاکولا همیشه لازمه که تو آخرش لبخند کوتاهی بزنی تهش، ولی اوبر ایتس شاید اینو نداره توی داستان برندش. خب و همش ربط داره به این که اون برند هدف و برنامه‌اش چیه. خیلی هم عالی، شما به اون بگید که کدوم تبلیغ اصلا بهتر بود. ممنون از شایان که این قسمت ما رو همراهی کرد و نقاشه ترسناکه دیگه. نقاشه هم خودش به میزان کافی ترسناک بود واقعا، باریکله به این مونده لایک و کامنت و سابسکرایب بیاتون نره و تا یه ویدیو یه دیگه خدا حافظ. چی سر باش؟ احمد رز احمد اینو بزرگش کنم قشنگ میخوام بترسم، میخوام وحشت کنم به این واسه ترسیدن. نمیدونم، یه سوالی داشتم بپرس عزیزم. آیا تبلیغات هالووین اون چیه؟ این پرتقال نیست؟ ما اینجا به عنوان کدو ازش یاد میکنیم. من که معلومم.